دنیایی که در اون زندگی میکنیم وسیع تر از اون چیزیه که بتونیم همه چیز رو دربارش بدونیم و معمولا هر روز به نکته شگفت انگیزی در مورد اون پی میبریم. خوشبختانه مغز ما ظرفیت نامحدودی داره، بنابراین یادگیری چیزهای جدید بار اضافه به دوش 86 میلیون نورونی که تحقیقات میگه در مغز ما هست نداره. مورد اول، ششت انگشتی بودن یک صفت ژنتیکی غالبه اما خیلی نادر. ژن‌هایی که اجازه داشتن انگشتان دست یا پای بیشتر رو میدن از نوع غالب هستن، یعنی اگه فرزندی یکی از این ژن‌ها رو از والدین خودش به ارث ببره اون ژن بر ژن نرمال پنج انگشتی غلبه میکنه. این اتفاق در مورد ژن رنگ چشم‌های آبی و قهوه‌ای هم صدق میکنه و ژن غالب رنگ چش قهوه‌ایه. مورد بعدی، بزها هم مثل ما لهجه دارن. امروز بخش زیادی از دنیا به زبان انگلیسی صحبت میکنه، اما اگه صحبت کردن مردم مناطق انگلیسی زبان مختلف دنیا رو بشنوید فکر میکنید با گویش های متفاوتی صحبت میکنن. انسان ها لهجه دارن و حالا به نظر میرسه بزها هم همین گونه. بنابراین صدای بعبع یک بز ممکنه با بعبع یک بز دیگه یکسان نباشه. این انعطاف آوایی تا پیش از این تنها در انسانها، خفاشها و دلفینها دیده شده بود. یک ابر چقدر وزن داره؟ با توجه به ظاهر پفی ابرها و معلق بودنشون تو آسمون این تصور رایج وجود داره که اونها سبک هستن، اما ابرهای کومولوس یا کومه‌ای، یعنی همون ابرهای سفید و پفی که اغلب در تابستان میبینیم، وزن بسیار زیادی دارن. با توجه به چگالی ابر و قطرات آب درون اون، علم میگه چنین ابرهای کومولوسی نزدیک به 500 هزار کیلوگرم وزن داره، یعنی چیزی معادل با 100 رأس فیل. اغلب شته ها باردار متولد میشن. شته های ماده میتونن بدون وجود جنس نر در فرایندی که به اون بکرزایی گفته میشه تولید مثل کنن. در حقیقت اغلب شته ها باردار و با جنین هایی که درون تخمدان آنها در حال شکل گیریان متولد میشن. این جنین ها هم حاوی جنین هایی در حال رشد هستن، حالتی شبیه به عروسک های تو در توی معروف روسی. از هر 23 نفر به احتمال 50% دو نفر تاریخ تولد یکسانی دارند. علم احتمالات از منظر ریاضی احتمال رخ دادن بعضی وقایع رو بیشتر از چیزی میدونه که ما تصور میکنیم. مثلا در اتاقی که 23 نفر در اون حضور دارن 50% احتمال داره که دو نفر از اونها تاریخ تولد یکسانی داشته باشن. نقطه نمو. نقطه نمو در اقیانوس آرام دور افتاده ترین مکان دنیا محسوب میشه، چرا که بیشترین فاصله از خشکی رو در تمام دنیا داره. دور این نقطه رو از هر جهت نزدیک به 2688 کیلومتر آب اقیانوس احاطه کرده. نزدیکترین انسان ها به نقطه نمو نه بر روی کره زمین بلکه در فضا قرار دارند. با توجه به اینکه ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله 402 کیلومتری از سطح کره زمین به دور اون گردش میکنه. 16 کشتی بزرگ دنیا از 800 میلیون خودرو بیشتر گوگل تولید میکنه. از سال 2020 محدودیت ها در خصوص میزان گازهای گلخانه‌ای منتشره از ناوگان دریایی دنیا افزایش پیدا کرده، چرا که کشتی ها معمولاً با بدترین و ارزونترین سوخت ممکن تردد می کنن و در نهایت آلودگی زیادی تولید می شه. تحقیقات نشون داده 16 کشتی که بزرگترین کشتی های ناوگان دریایی دنیا محسوب می شه تقریباً به اندازه 800 میلیون خودرو گوگرد تولید می کنه. نیتروژن منتشره از ناوگان دریایی دنیا هم احتمالاً بیشتر از میزان نیتروژنی که از خودروهای دنیا تولید میشه، گرچه خودروها 2 تا 4 برابر بیشتر از ناوگان دریایی کربن تولید میکنن. سردترین نقطه دنیا شناخته شد.
اگه تصور میکنید قطب شمال جای سردیه، باید با جان توفل و همکارانش آشنا بشید که در مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا در ایالت کلرادو تلاش کردن تا دمای اتم‌ها رو به کمتر از پایین‌ترین دمای شناخته شده برسونن. اونها دمای یک قشای کوچیک رو به 360 میکروکلوین رسوندن که 10000 برابر سردتر از دمای خلاء در فضاه. تست‌های بارداری مصر باستان. امروزه اگه خانومی بخواد بدونه که آیا بارداره یا خیر، میتونه به راحتی با ادرار بر روی یک تست بارداری خانگی فوراً نتیجه رو ببینه. مصریان باستان هم روشی مشابه داشتن. زنها درون دو کیسه متفاوت ادرار میکردن، یکی که با دانه های جو پر شده بود و دیگری با دانه های گندم. اگر بعداً دانه های درون هر یک از کیسه ها رشد میکرد، معنایش این بود که زن باردار است. تحقیقی در سال 1963 نشون داد این تست تا 70% دقیق بوده. علت اون هم هورمون های بارداریه که باعث رشد دانه ها میشه.